به طور میانگین در سطح جهان بیش از 9 نفر از هر ده نفر در مناطقی زندگی می کنند که در آن آلودگی هوا بیشتر از حد مجاز و برای سلامتی انسان مضر است کارشناسان محیط زیست روسیه و هندوستان میگویند از نتیجه گزارش تحقیقی جدیدی که روز به توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شد در تعجب نیستند بر اساس این گزارش 92 درصد مردم جهان در مناطقی که هوا آلوده است ساکنند خصوصا در جنوب شرق آسیا شرق مدیترانه و مناطق غرب اقیانوس آرام در روسیه این نقطه نظر که خطرات ناشی از محیط زیست و عدم حفاظت از آن به افزایش مریومیر می انجامد اولویت محسوب نمی شود هرچند این موضوع باید در کشور ما به بحث و تبادل نظر گذاشته شود موضوع یونیزاسیون نیز هست امروز اگر نه میلیون ها اما صدها هزار نفر در مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو زندگی می کنند اما یا اروپایی ها در پاش در این آب و هوا زندگی می کنند و مسون از تهدیدات ناشی از آلودگی هوا هستند نه لزوما دانشیار پژوهشی از مرکز علوم و محیط زیست دهلی نو عثمان نسیم میگوید amazing... تصور ما این است که اروپایان در بخشی از کره زمین زندگی می کنند که در آن کیفیت هوا بسیار خوب است و فقط هندوستان شهرها و کشورهای آسیایی و قاره آفریقا است که مشکل آلودگی هوا دارند اما در واقع بهترین نکته گزارش تحقیقی که امروز منتشر شد این است که اروپاییان نیز با مشکل مشابه با دیگران روبرو هستند بر اساس تخمین منطبق بر داده های سال در میلادی، هوایی آلوده سالیانه در سراسر جهان منجر به مرگ 3 میلیون نفر می شود.